سلام به برنامه مدت زیبایی با سبا خوش اومدید. تو این قسمت میخوام بهتون بگم در زمان بارداری چه ادویه هایی باید مصرف کنید و چه ادویه هایی نباید استفاده کنید. با ما همراه باشید. ادویه جات در آشپزی بسیار ویژه هستند و هممون میدونیم که طعم و مزه غذا فقط به ادویه شه، اما شاید بهتره که در جریان باشین مواد غذایی تون میتونه برای بارداری شما مشکل ایجاد کنه و غذای بیرون هم نمیخورید، فقط به خاطر اینکه مطمئن نیستید در دوران بارداری چه ادویه جاتی میتونید بخورید و چه ادویه جاتی نمیتونید استفاده کنید. ما یه فهرست کامل از ادویه‌جات مثبت و مضر در دوران بارداری رو ذکر می‌کنیم. همونطور که گفتیم ادویه‌جات برای آشپزی خیلی مهمه. اما از سبزیجات خشک شده، ریشه گیاهان، پوست گیاهان، دانه‌های خشک شده و غیره میتونه طعم و عطر رسیپی‌های شما رو به وجود بیاره. شما همچنین میتونید از ادویه‌جات به عنوان رنگ دهنده و مواد نگهدارنده برای مواد غذایی استفاده کنید. 5 ادویه مهمی که میتونید در دوران بارداری مصرف کنید. زردچوبه. ادویه‌جات در دوران بارداری میتونه بسیار مفید باشه. همه ما ارزش مواد غذایی زردچوبه به عنوان یک داروی ضد درد آگاهی داریم و میدونیم زردچوبه برای پوست شگفت‌آوره. با این حال زردچوبه حاوی موادیه که سمزدای طبیعی و کبده و از آسیب‌های الکل و داروهای شیمیایی محافظت میکنه. همچنین به کاهش استرس اکسیداتیون کمک میکنه. اندازه ایمن مصرف اون تا 8 گرم در روز مفیده. مصرف زنجبیل در بارداری بدون خطر. زنجبیل یک درمان خانگی برای درمان ویار، تهوع و استفراغ در دوران بارداریه. زنان مبتلا به ویار میتونن روزانه 1 گرم زنجبیل روزانه استفاده کنن به مدت 4 روز. فلفل سیاه برای زنان باردار مفیده. فلفل سیاه یک منبع غنی از کرمه که برای یک زن باردار مورد نیازه. سطح کرم پایین میتونه سطح قند خون رو و سطح کلسترول رو افزایش بده که مبتلا به بیماریهای دیابت و قلبی بشه. مطالعات نشون داده زنانی که به دیابت بارداری مبتلا میشن اگر یک رژیم غذایی مناسب از کرم داشته باشن به حد کافی قند خونشون تنظیم میشه. سطح توصیه شده روزانه 30 میکروگرمه. هل مناسب برای ویار یا حالت تهوع بارداریه. شما میتونید توی دوران بارداری از عطر هل یا چای هل استفاده کنید چون میتونه به تهوع استفراغ کمک کنه و کاملا بی خطره. پیازچه. پیازچه‌های تازه منبع غنی و کاملی از فولاد هستند. همونطور که میدونید یک خانم باردار نیازمند فولاد هست برای سنتز مغز فرزندش. سطح بالای اسید فولیک باعث پیشرفت رشد مغز فرزندتون میشه. سطح کافی فولاد در رژیم غذایی شما میتونه از نقایص لوله نوزاد شما جلوگیری بکنه. 5 ادویه مهم که باید در دوران بارداری از مصرف اونا اجتناب کنید. شنبلیله. دانه شنبلیله اثر محرک بر روی رحم داره، بنابراین برای زنان باردار توصیه نمیشه. همچنین مصرف خوراکی اون میتونه باعث التهاب و باد کردن و گاز و اسهال بشه. یک دوز بالای شنبلیله ممکنه باعث تضعیف رشد نوزاد بشه. مصرف آنقوزه در بارداری خطرناکه. ادویه روزانه‌ای که ممکنه در هر خانواده‌ای مصرف بشه و باید در مصرفش در دوران بارداری اجتناب بشه چون سقط جنین رو همراه داره. از این ادویه به عنوان یک داروی ضد بارداری هم استفاده میشه. همینطور هم میتونه باعث خونریزی بشه. مصرف سیر در دوران بارداری توصیه نمیشه. سیر حاوی مقدار زیادی مواد سمیه که برای خانم باردار توصیه نمیشه. همچنین اگر مقدار زیادی سیر مصرف بشه باعث سوزش سر معده و دلدرد میشه. گلپر باعث رقیق شدن خون میشه. حاوی ماده‌ایه که سبب رقیق شدن خون میشه و از این رو در زمان بارداری مصرفش توصیه نمیشه. نعنا فلفلی. چای نعنا فلفلی رحم رو شل میکنه که باعث سقط جنین میشه. همچنین استفاده از روغن نعنا فلفلی باعث قاعدگی میشه. پس استفاده از نعنا فلفلی در هر شکلی در زمان بارداری ممکنه خطرآفرین باشه. امیدوارم که مطالب امروز براتون مفید واقع شده باشه. ممنون که با ما همراه بودید.